بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد که مسئول ایت ابراهیم و آل ابراهیم نیک مجید السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدمت شما بین نهای عزیز شما را خوش میگم به یک دیگر از برنامه های آموزشی از کانال سلیکتد لیکچرز و دوستانی که نو به کانال ما پیوستن و تا هنوز کانال سبسکرایب نکردن لطفا کانال سبسکرایب نموده و همچنین قسمت نوتیفیکیشن هایش آل بگیرین تا یکی از برنامه های جدید و ویدیوهای جدیدی که اپلود میشه از اونها او غافل نشده و بتانین شما مستفید شدین خب در جلسه کنونی می در مورد صداهای آسان یا مخارج حروف زبان انگلیسی و حروف علف و زبان انگلیسی شوی پرونمسیشن آنها که ما را در قسمت خانش یا ریدنگ خیلی کمک میکنه بحث کنیم یعنی ایزی ها ما حرف های B, C, D در موردش بحث کردیم امروز میخوایم در مورد حرف F بحث مثل که شما در تصویر میبینین حرف F بزرگ و کوچک حرف F از جمله حروفی است که شامل 26 حرف زبان انگلیسی و همچنان شامل حروف کانسوننت یا حروف بی میشه حرف F می از بود نوشتاری یا شکل F کوچک و بزرگ هر دو F بزرگ در سی خط بالا و F کوچک پایین کمتر از سی خط بالا نوشته میشه و به خاطر نوشتن خط زیبا و دستخط مناسب ما باید قاعده چهار خط در لسان انگلیسی مراعت کنیم مخرجی که حرف اف استفاده میکنه ف ف ف میشه و تفاوت بین حرف ف و پی که بعضی از دوستای ما بین حرف ف و پی تفاوت مراعت نمیکنن هرگاه ما حرف ف را تلفظ میکنیم باید های بالا به شکم های پایین تماس بگیره ف، ف. و در حرف پ باز تنها لب ها خونچه میشه و با هم دیگه تماس میگیره پ. پس یه مخرج حرف اف ف ف میباشه ف ف فادر ف ف فیوچر ف ف فست بی فور بی فال. بی با فر ف ف فان فیر فیل فکس پس دقیقا مخرج حرف اف ما ف میباشه حرف بعدی حرف جی است که قاعده چهار خطش خیلی مهم است حرف جی بزرگ در سه خط بالا نوشته شده و حرف جی کوچک در سه خط پایین نوشته میشه و صدا یا مخرجی را که حرف ای سمبول افاده میکنه گ گ گ میباشه دو رقم صدا یا مخرج داره هم گ و هم جی پس فعلا در قدم اول ما گ گ مخرج گ را میخوانیم گ گ گرل گ گ گ، در وسط کلمه هم دقیقا گ تلفزش میکنیم در شروع کلمه گ و در اخیر هم بیگت رانگ گ گ یعنی این سمبول هر وقت ما در بین کلمات میبینیم دقیقاً اکثر اوقات گ تلفز میکنیم بعض اوقات حرف جی صدای جی میفاده می‌کنه. مثلا before وای پرونانس جی هرگاه قبل از وای قرار بگیره دقیقا بدون کدام سنا جی تلفظ میشه اما هرگاه در مقابل از حرفی قرار بگیره بعضا جی و بعضا هم گاف تلفظ میشه به فرد مثال در کلمه جیم دقیقا جیم تلفظ میشه یا کلمه جیمناستک یا کلمه جیمنازیم چون در مقابل حرف g حرف وای قرار گرفته دقیقا جی تلفظ میشه اما در کلمه جنرال جیم تلفظ میشه جنرال باز ببینید در مقابلش کلمه گت دیج گاف تلفظ میشه یعنی هرگاه در مقابل جی قرار بگیره در وجه کدام ترتیب وجود نداره که دقیقا ما بگیم جی یا گ اما هرگاه در مقابلش وای قرار بگیره بدون استثنا ج ج تلفظ میشه مثلا کلمه exaggerate، کلمه ایگر کلمه ساین بعضی کلمات هست که در اون قسمت ها حرف جی کاملا سایلنت می و تلفظ نمیشه مثلا کلمه ساین کلمه ریزاین کلمه اساین کلمه کمپین ده کلمات حرف جی سایلنت بوده و تلفظ نمیشه حرف بعدی ما سمبول اچ اس دقیقاً از جمله حروف 26 حرف انگلیسی یکی از حروفش اچ اس که شامل کاتگوری حروف کانسوننت میشه و همچنان از بود نوشتاری حرف اچ بزرگ سه خط بالا و اچ کوچکم در سه خط بالا نوشته میشه هرگاه ما قاعده چهار ختم را راحت کنیم دو خط ما زیبا می باشه این حرف ایک سمبول است که نامش اچ است اما صدایی که فاده میکنه ایش نیست صدایی زی ح ح می باشه به ح ح های ح ح هیر هلو ح هیر احمد رحمت الله په. هی حلوه و هی حلقی واری ساوند یا مخرج جرفسی اما در بعضی از کلمات وجود داره که ده دا اونایی تلفظ نمیشه و حرف پیش روی از ایره کبر میکنه و اصلا این تلفظ نمیشه مثلا کلمه آنست در کلمه ایچ حرف H در کلمه هست اما تلفظ نمیشه کلمه آور کلمه Air این کلماتی هست که حرف ایچ در اینا نباید تلفظ مثلا کلمه آنستی مثلا کلمه وای کلمه وات در کلمات ما حرف ایچ داریم اما در دا این کلمات حرف H تلفظ نمیشه یه جمله استثناءات حرف اچ می باشه حرف بعدی ما حرف ج می باشه ج بزرگ سه خط بالا ج کوچک دو خط وسط و اینی خود نقطه ج بالای دو خط می آید یعنی در قسمت نوشتن دوباره تکرار می کنم هر قدر ما قایده چهار خط بهتر مراحت کنیم به مهندازه خط ما زیباتر بوده و زیبایی خود پیدا می کنم. حرف J هم دقیقا از جمله 26 حرف زبان انگلیسی و شامل کتگوری consonant. ما سه کتگوری عروف داشتیم vowel letters, consonant letters, semi-vowel letters و این حرف هایی که هنوز خواهد نیم اینا شامل کتگوری consonant letters میشه حرف جی سمبول است نام جی است صدایی که فاده میکنه ج ج ج صدای ج خفیف هم بعض اوقات فاده میکنه ج ج جاین ج ج جرک ج ج جاب ج ج جام در شروع کلمه وسط کلمه و اخیر کلمه هر جا قرار بگیره راحت ما حرف ج ج مخرجش میگوشم تلفظ میکنیم مثلا در وسط کلمه enjoy reject subject و یکی در آخر کلمه سراج and touch و آخر دوانا الحمدلله رب العالمین انشاءالله در جلسه بعدی در مورد حروف بعدیش بیشتر بحث میکن